من ننګیالی اسمرخیل تخلص میکنم دکتر ارتوپیدی و تروماتولوژی هستم تقریبا 3 سال میشه در این افغانه کار میکنم زندگی خو به صورت عموم چند بود داره اگر ما شما بود امنیتی زیر در نظر بگیریم خو تغییرات مثبت آمده در مقدر وقت ما خو خبر میشیم اینجا حادثات ترافیکی و حادثات جنایی و گپا به شفخانه مراجعه میکنه که خوشبختانه تعداد از حادثات کم شده ولی به صورت عموم وضعیت اقتصادی مردم خراب شده بانک ها بسته است قدر داد ستود پولی گپا صورت نمیگیره و شفاخانه شخصی با می پول مردم به اصطلاح میچلن وقتی که پیش مریض پول باشه اونا میتونن شفاخانه مراجعه بکنن وقتی که وضعیت اقتصادی مریض ها خراب میشه باز اونا قابلیت پرداخت فیس و به اصطلاح فیس دکتر و فیس ماینات و فیس گپا رو نمیداشته باشن به او خاطر عدم قدر وقت به اصطلاح تعداد مراجعین نسبتا کم شده اوضاع صحی خود در این وقتهای اخیر بالخصوص از سال 2019 به این طرف 2020 که در شروعش کووید 19 به افغانستان آمد وضعیت صحی مردم بالخصوص در موجودیت کووید 19 خراب بود وقتی که امواج کووید 19 شروع می شد معمولا تعداد مریضای مصاب به کووید 19 بالا می رفتن دیگه دوزادوزی بود می توانستند که از او طریق مراجعه بکنند حادثات جنایی را ما خیلی زیاد داشتیم مراجعین به صورت عموم در تمام شفاخانه های شهر کابل تعداد مراجعین ما زیاد بود اما بعد از اینکه حکومت تغییر کرد اما حادثات جنایی ما تعدادش کم شده کم مراجعه میکنند تال را خواه از کدام مرجع رسمی چنین مکتوب مراجعه نکده که شما یا خانما را معاینه نکنین یا باید با معاینه از او کدام دکتر زنانه موجود باشه چنین چیز تا هنوز نبوده سر خوردیم و قیمت هایشان نسبتا بالا رفته خاص به خاطر از اینکه مردم میگن که را بند است متاسفانه که دوا را نمیتونن که وارد بکنن هر فردی که در این جامعه زندگی میکنه تشویش آینده خود داره که بالاخره با این مملکت چه خواهد شد خواهش ما از جامعه جهانی امی است در اینجا مردم زندگی میکنن در اینجا بشر زندگی میکنن اونا به افغانستان به حیث به چشم بشر ببینن که بشر که در اینجا زندگی میکنن خواست از خاطر از این بشر با این مملکت کمک بکنن وضعیت اقتصادی از این مملکت قدر خوب نیست که یا خودشان بتانن تمام مشکلات خودشان حل بکنن اقتصاد ما و شما تا هنوز به او سویه نرسیده اگر کمک جامعه جهانی نباشه با ما و شما نمیتونیم به پای خود استاد شویم از خاطر خواهش میکنیم از اونا که افغانستان کمک بکنن از هر طرف که میشن که مملکت بالاخره به پای خود استاد شوه و یک حکومت جور شوه که در او خیر همه ما شما باشه آرزوی ما ایست که همین مملکت آرام شوه وضعیت اقتصادی مردم خوب شوه مردم از این بدبختی هایی که در مقدر سال در اینجا وجود داشت از این بدبختی ها خلاص شوه و امنیت در قدم اول اقتصاد در قدم دوم اگه این چیزا نرمال شوه انشالله که ما شما اقدر قادر خود بودیم که مملکت خود ما شما بسازیم پیام ما به دنیا اینمیست که حداقل دنیا با ما شما کمک بکنه در این بحران اقتصادی که افغانستان فعلا قرار داره از این وضعیت حداقل به خاطر از این مردم یا کمک بکنن انشالله که افغانستان آهسته آهسته از این حالت بحرانی و از این حالت به اصطلاح به سرپرست انشالله خود برآمد به اصطلاح امور حکومت به دست کی است فقط هر کس که باشه کمی حکومت به اصطلاح مملکت آرام باشه وضعیت اقتصادی مردم خوب باشه بر ما بی تفاوت است کی وجودش داره